HM Media Group. این برنامه سوی ناب از وطن برای هموطن. پاپی بانک، Your Trusted Bank. برای شما تقدیم می‌گردد. سلام حفیظ. سلام. دیدار با زوج ایرانی. زوج هموطن نه، بل همزبان و همدل. تذکری از اینجا داره که همین تولد شده. بله، داستان ازدواج ما خیلی طولانیه. اردیدان یک استاد عاشق. شاید یک ششم طفل باشه. نه حفیظ جان، هم در خانه یک استاد شاگرد است. اول اینکه از موجه خوشگلتر رو کلاس نبود. سنف رفتارش اندید نیادی در مجموع. حلوا شما دارین یا ندارین؟ حلوا شیرین کس این رو میگن دوستا سزده بدر. تقدیم به مجره عزیزم، عشق جاودانی زندگی. خواهش میکنم اگه تو فیلمی چیزی قراره که ساخته بشه از منو حمیده سن را بکنیم تا یادت بخواد بیاد اینجوری مثلا با هم بیاد. کی زیاد حرف میزنه؟ اردیدان روم سیاست در این قسمت. پول به من ندین، همه رو به باد میدم. به من نگاه کن. خونه هیچ ایرانی اینقدر بهتون خوش نگذره. خونه کمپانی ناب سپایسز وارد و عرضه کننده بیش از 100 قلم جنس و ضروریات خانه شما. ناب، نام آشنا با داشتن انواع محصولات با کیفیت غذایی. رب، ترشیباب، مصالحات دیگ، زعفران، لواشک، نبات زعفرانی و ده‌ها محصولات غذایی که در تمامی مارکت های افغانی موجود است. محصولات وطن را حمایت کنید. ناب از وطن برای هموطن. ثبت محفل خوشی شما با HM Production. فصل جدید دیدار وطندار و سلسله از دیدارهای ما، اما این بار روان هستیم به سوی یک دیدار کاملا متفاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، به دیدار وطندار بسیار خوش آمدین. آرزو دارم که جور و صحت و سلامت باشین. روز گرم تابستانی در روزول، منطقه از به نام روزول که اینجا تعداد زیاد از افغان‌ها و اجزا و هموطنان ما زندگی میکنن، و امروز دیدار ما دوستان دیدار کاملا متفاوت خواهد بود، به خاطر از اینکه ما دیدار ما با یک زوج ایرانی هست. امروز صحبت از ایران خواهد بود، فرهنگ ایران، غذای ایران، رسم و رواج ایران و این زوج موفق ایرانی که در اینجا زندگی میکنن و قصه و داستان زندگیشان هم بشنویم. و فراموشم نشه دوستا که این زوج آقای حمید وزیری همینجا در ساکرامنتو تولد شده. 45 سال از اینجا زندگی میکنه و تا سطح دکترا درس خوانده در بخش انجینری. خانمشان ماستر هستند در بخش انجینری و این قصه و داستان زندگیشان ورق خواد زدیم. از این زوج موفق شما دوستان همراه ما باشین و فکر کنین که میریم یک سفر میکنیم به ایران. یک مهمانی متفاوت خواد بودم روز بخیر، و همیشه ما با هموطنهای خود رفتیم و دیدار داشتیم، دیدار وطندار داشتیم. این بار دیگه دیدار همزبان است که بدون شک همسایه است با افغانستان، ایران زیبا و عزیزایی که ایرانی هستند. ایرانی های عزیزی که در کالیفرنیا، دیگه تعداد زیاد از ایرانی ها در کالیفرنیا زندگی میکنند، در اورنج کاونتی، در لاس انجلس، در ساکرامنتو، در بیریا. به همتان سلام برسه و شما میزبان ما هستین، مهمان ما. دو طرف از کل موضوع بیان که بریم بخیر. طوری که شما گفتم دیگه، فکر کنین که در این دیدار ما میریم به ایران، اونمو فرهنگ و رنگ و بوی کشور همزبان ما و شما، همسایه ما و شما ایران. سلام حفیظ. سلام. خوش اومدید. خوب هستین؟ خوش اومدید. بفرمایید.
پیشتر بین ما دادان در روزه چند دقیقه صحبت میکنیم. بله سلام خوب هستین. خیر هستین. جان دانجور هستتان خوب هست. خیلی متشکرم. لطف کردین زنده باشین. ما اینجا یک چند لحظه صحبت کردم گفتم این دیدار ما همیشه بله. دیدار وطندار بوده ای بار دیدار همزبان است. بله بله خیلی خوشحالم. با مجده جان عزیز با حمید جان عزیز. دیگه حمید جان ما طور که براتون گفتم تذکری از این جره داره که حمید تولد شده. بله از اون سابقه دارای ساکرامنتو که دیگه نام خدا یک قصه و یک کتاب از تجارب زندگیشان انشالله ورق خواهد زدیم ببینیم که در کتاب چی چیزها هست. بله همینطوره کل صفحاتش ورق میزنیم که چیز رو پد نکنیم انشالله. واقعا تمام مردم افغانستان افغانای عزیز ما که بیننده هستن مهمان شما هستن. خیلی سلام خدمتشون عرض می‌کنیم. خیلی خوشحالیم که امروز در خدمت شما هستیم. زنده باشین افغان‌های عزیز. خیلی خوش اومدین منزل ما. بله بله عالی هستک. دیگه یک کشور معمار ماست، یک کشور میزبان ماست، این مقسم شده دیگه. خب، بریم داخل. بله، بفرمایید. زنده باشین. بیاین دوستان بخیر. بیاین. بفرمایید. تشکر. خواهش میکنم. بفرمایید. زنده باشین. تشکر. خیلی خوش اومدین حفیظ جان. خوش اومدین. هستین. لطف کردین. تشکر. خوشحالمون کردین. نام خدا دیگه بو. عین قصه وطندارای ما دیگه هم تو سر میز سر سر بله بفهم رنگین است. دیگه ببخشید یه چیز خیلی ساده و خودمونی مختصر میره بار هستیم. تشکر. دهی گرمی دیگه تربوز اینجا هست. شما اندوانه میگنش نه؟ بله ما هم اندوانه میگنش در افغانستان. چجوری؟ بله البته دوستای ما که پشتو حرف میزنن پشتو صحبت میکنن در افغانستان هندوانه میگنش. هندوانه باز فارسی زبان ها در افغانستان تربوز میگنش. تربوز بله بله او یاد گرفت. بیاین که از کسی که اینجا تولد شده در ساکرامنتو اول از اون بشنیم. بله چند سال پیش اینجا تولد شده؟ 45 سال پیش ماشاءالله. بعد در 1979 جزو اولین ایرانیایی بودم که در واقع تو کالیفرنیا میشه که متولد شدم. پخته دیگه ساکرامنتو نیستی. دوستان زیاد در ساکرامنتو هستن. البته از بعض کسا شاید 10 سالشان شد و 5 سالشان شد. حمید جان 45 سال میشه از حواله ساکرامنتو پیش نشده. فکر میکنم کسی به سن من متولد ساکرامنتو ایرانی نباشه. فکر میکنم در کدام شفاخانه تولد شده؟ بله در بیمارستان مموریال ساتر. ساتر بله. اوکی این ساتر دوستا با اونو اندازه حمید جان سابقه دار ساکرامنتو هست که کسی دیگه نگاهید. آب و گل داره. مجده جان چقدر وقت میشه؟ من تقریبا یه سال و 6 ماهی که اومدم و خیلی جدیدم اینجا. آره برعکس حمید که متولد ما شما جدید هستیم. ما جدیدیم. این یه مقدار سابقه داره اینجا. ای که شما حمید جان و مجده جان چطور آشنا شدین؟ خب حمید درست اینجا متولد شد خیلی کوچیک بود برمیگردن ایران دیگه اونجا بزرگ میشن و اینا. بعد خیلی هم جالبه که ما هر دو تامون پدر مادر من هر دو مازندرانی هست ولی وقتی که دانشگاه قبول میشم برمیگردیم ساری و ترم آخر من با حمید آشنا میشم. حمید مدیر گروه رشته مهندسین عمران بود تو دانشگاه. در دانشگاه یکی دیگر رو دیدیم استادشون بودیم. بعد دیگه ترم آخر ما با هم آشنا میشیم یعنی به من درخواست میده دیگه ما یه مقدار البته داستان ازدواج ما خیلی طولانیه فراز و نشیب بسیار زیادی داره و الان اگه این ویدیو پخش بشه بابام ببینه قطعا یادآور اون خاطرات میشه. از پوزیشن استادیم سوء استفاده کردم و یک استاد عاشق. استاد عاشق واقعا. بعد دیگه هیچ این رابطه به هر حال شکل گرفت دیگه. من با پدر مادرم صحبت کردم. چند سال قبل بود؟ 14 ساله. 14 سال قبل حمید جان که در دانشگاه در کجا گفتین کدام منطقه؟ در مازندران. در مازندران ایران تدریس میکردن رشته انجینری را دیگه مهندسی را. بله و شما اونجا درس میخوندین؟ بله و بالاخره امی که در سنف میامدن و شما را دیدن و این موضوع و شما خواستین که همسفر شوین. بله زندگی. همسفر شدین. بله همسفر شدین و باز یک سال و 6 ماه میشه که شما اینجا هستین. ازدواج در اونجا کردین؟ ما ازدواج کردیم دیگه اونجا بچه دار شدیم. درست. بعد ولی خب دیگه تصمیم گرفتیم مهاجرت بکنیم. این 14 سال ثمره ازدواجتان چند طفل است؟ شاید یک 6 7 طفل باشه. نه حفیظ جان نه یه دونه است. و نظر به تجربه خیلی جالبه هموطنهای ما که نام خدا در ظرف 14 سال 6 7 طفل نداشته باشه. حفیظ جان حمید یه دونه بچه خود منم خواهر برادر ندارم. نداری شما؟ بله منم تک فرزند. ولی من ما
پنج تاییم، یعنی خواه. من به جز خودم چهار تا خواهر برادر دیگه دارم. نام خودم. و جالبه که همین وقتی که من و حمید با هم ازدواج کردیم وارد خانواده ما شد، اصلا خیلی چیز عجیب بود. ای چقدر خوبه شما زیاد تعدادتون میرین. چون من خواهر برادر نداشتم هیچ وقت. آه شما دیگه همین جان نازدانه بودن. نازدانه خانواده بودن. همینطور فامیل خرد و نازدانه میباشن. بسیار جالب است به خاطر اینکه دیدگاه متفاوت است. خب افغانای ما طفل کم خوش دارن، یعنی دمی اواخر همه قسم ذهنشان تغییر کرده. بله. میگن طفل کم باشن، مگر در تعداد زیاد فیصدی زیاد کلگی طفلای زیاد دارن. چی باعث شده که شما همین تصمیم دارین که یک طفل باید داشته باشین یا نهایتش دو طفل؟ تعداد بچه هر خانواده ای بستگی به نوع شرایطش، به هر چیزی که خودش میبینه تصمیم میگیره چند تا بچه داشته باشه. شرایط زندگی ما هم طوری ایجاب کرده که ما یه دونه داشته باشیم، ولی به هر حال زندگی رو از صفر ساختن اینجا و دستنها بودن، خانواده هامون نیستن، میدونین که خانواده های ما همه ایرانن و ما مجبوریم که کار بکنیم. یک متل است. آره. مگه طفل وزنش زمین میوردن روزیش خدا میبره. آره. بله. اینو تو ایران هم میگن. من مامانم همیشه میگه که بچه رو خدا روزیشو میرسونه، همین چیزی که شما میگید. بله. اما شما میگه نه، باید ما کار کنیم، مسئولیت داریم. اینکه کیفیت زندگی به نظر من خیلی مهمه. تربیت بچه خیلی مهمه. تربیتش. برای همین فعلا تصمیم به یه دونه. یک دونه بچه. بله. امی جان شما در اینجا تولد شدین، مکتب در اینجا خواندین، بعد از او باز رفتین ایران تحصیلات کردین؟ بله، من های اسکول ایران بودم، تیزهوشان درس خوندم، بچلر لیسانس ایران بودم، مستر ایران بودم، پی اچ دی ایران بودم، ایران کار کردم. در اینجا تولد شده؟ بله، اینجا متولد شدم. خب بعد از او کل کار در اونجا بود؟ بله بله. بله همه چیز ایران. بله شما پخته دیگه در ایران بودین مکمل؟ بله بله بله. نام خدا تا سطح دکترا را درس خواندن و در بخش انجینری مهندسی در دولت کالیفرنیا، در اینجا در خود ایالت کالیفرنیا کار میکردن. و شما که شاگرد امی جان بودین؟ بله. شما تا سطح ماستری را درس خواندین؟ بله. در انجینری؟ بله، من هم لیسانس مهندسی عمران یا هم سیویل انجینیرم و مسترم رو از دانشگاه شریف گرفتم، رشته مهندسی مدیریت ساخت. عالی است. بعد دیگه اونجا مشغول به کار بودیم، هم من هم حمید. بعد دیگه اومدیم آمریکا، منم اینجا بعد از 6 ماه اول از کارهای نامرتبط شروع به کار میکنه. از یک جای شروع میکنین که حداقل داخل ما بل برق بتین، دقیقاً بل خانه را بتین، یعنی کارهای مصارف را بکشین. و ما به هر حال چون من و ساحل به همراه ساحل اومدم، حمید اینجا بود. ساحل البته دخترکتان؟ بله دخترم. درست. به عنوان کشیر یا صندوقدار توی استور هوم گودز که حتما شما میدونین کجاست. بله بله. دو ماه و نیم کار کردم. بعد از اون رفتم نوردستروم به عنوان فروشنده یه برند لوازم آرایشی کار کردم و همینجور در این زمانها من همینجور اپلای میکردم برای جای مهندسی. خب میخواستم که در جای دیگر رسمی به وظیفه‌ام بگیرم. به هر حال میخواستم چیزی که درسش رو خوندم مرتبط با رشتم هستش کار بکنم. آه دیگر یک عمر شما درس خوندین. بله. زحمت کشیدین. بالاخره تونستم توی شرکت مهندسین مشاور به عنوان مهندس ژئوتکنیک کار بگیرم. الان 6 ماهه که اونجا مشغول کار هستم. ماشاءالله ماشاءالله. بله. ایرانیای عزیز که حالا ما رو می‌بینین، ما یک میزبانای بسیار عالی رو امروز داریم. و من میزبان از اینا شدم، اینا میزبان من شدن، اینا مهمان برنامه من شدن. بله. من مهمان خانه از شدم. بله حتما. ارتباطات دو طرفه است. بله بله. دقیقاً. دیگه ای اما سفره هست که معمولا در تابستان گرمیش ما جور میکنیم. واقعیتش بخوام بهتون بگم که بله، هندونه و حالا یه طالبی یا خانواده ملون توی ایران توی فصل گرما بیشتر میوهی که خورده میشه همیناست، ولی خب به هر حال میدونی اینجا آمریکاست، اینجا ایران نیست. من نتونستم اونقدر سفره سنتی ایرانی براتون فراهم بله، کنم. بله نه نام خدا بسم الله. اونجوری که زردالو خوش شده است که خیلی طرفدار داره. و این گاز که یکی از گاز. بله مشهورترین بعد گاز کرمان که از مشهور شده. به حال اینو چون مامانم از ایران یه 3 ماه پیش اومدن یه مقدار مونده بود، گفتم براتون بذارم شاید دوست داشته باشین. و راست میگم گاز در ایرات هم هست. در ایرات هم ایرات بسیار مردم ها دوست دارن و دیگه جوان دوست دارن، منتها ایراتی های ما چون نزدیک ایران هستن. آره ایران هرات. بله. به ایران نزدیک کاملا. بله بله. مرزن چطور یافتین این فضا؟ خوشایند است براتون یا نه؟ امید محکم میگیرین که ما را پس ببر این فضا. همونجور که حمید گفت
هیچ وقت اینجا مثل وطن ما نمیشه. نمیشه، بله. نمیشه. یعنی من حتی کسایی که دیدم 40 ساله 50 ساله که اینجا زندگی میکنن هم اون خلأ همیشه هست. ولی به نظر من به خود شخص برمیگرده. ما کالچرمون ایرانیه. همون جوری من همون جوری هم تو خونه با حمید اون کالچر رو آوردیم. نمیدونم غذای سنت ایرانی درست میکنیم. درست. اینجا خوشاینده. ولی یه چیزی که خیلی همیشه برای من خلش هست و هیچ وقت جبران نمیشه دوری از خانوادمه. خواه. یعنی احساس میکنم که شما هر جایی بری اگه خانوادت باهات باشن اونجا خیلی راحت‌تر بهت میذاره. راست میگی. بله بله. ولی خب زندگیه. آه. یه قطاره. شما رو این وسط ها به یه جایی میبره که باید باید عادت کنیم. باید عادت کنیم. یه گزینه دیگه برتون نمیمونه و کلگی میبینه تان دیگه در ایران هم یاله خانواده میبینه تان این از طریق تصویر بگه این هر چیز برشان میگن. من اگه بخوام از اینجا بگم فقط تنها چیز که میتونم بگم که انقدر دوستتون دارم خانوادم، یعنی پدرم به خصوص که خیلی چشم انتظارشون بودم که با مامانم بیان ولی نشده، ولی امیدوارم که هرچی زودتر دیدار تازه بشه و این قلب من همیشه برای شما میتونه. شما کلان خانه هستین دوین امشیرا برادران؟ من کوچکترین بچه خانوادم. کوچکترین هستم. آخریم. دو تا برادر بزرگتر از خودم و دو تا خواهر بزرگتر از خودم دارم. امی اولاد اول و اولاد آخر. اولاد پدر مادر زیاد خوشش میاد. آره. نازدانان میباشن. دیگه شما زیادتر که پدرتان نزدیک بودن چون زیاد خیلی خیلی به پدرم نزدیک بودم اونجا وقتی که ایران بودم و الان هم همینطور. و جدا از رابطه پدر و دختری با اینکه هم با پدرم 45 سال اختلاف سن دارم، بله، چون آخرین بچه بودم، بله بله، با برادر اولم 15 سال اختلاف سن دارم. درست. دو تا خواهرام دو قلو هستن، خب 14 سال و با برادر کوچیکترم 12 سال اختلاف سن دارم. من ولی از همه برادر خواهرام بزرگ شدم. شما هم بزرگ هستین هم خرد هستین در دو صورت. درسته. آره من خیلی ارتباط دوستانه و صمیمی با پدرم دارم، ولی من از وقتی که 18 سالم شد خیلی راحت پدرم مثلا گفت اگه مسئله چیزی کیسی چیزی هست به من بگو، یعنی میگم این رابطه صمیمانه و دوستانه. برای هم خیلی دلتنگ شروع میشم. هم امروز ما در خانه یک زوج موفق ایرانی هستیم، هم در خانه یک استاد شاگرد است. اینا نام خدا این ارتباطات بسیار کم نظیر است، یعنی زیاد نمی باشد. بله، که یک استاد با یک شاگرد خود ازدواج کرده باشد. بله. امی جان چی باعث شد که شما با یک شاگردتان ازدواج کنین از بین صدها شاگرده که داشته مجدر انتخاب کردین؟ واقعیتشو بگو. اول اینکه راستشو بگو. اول اینکه از موجه خوشگلتر رو کلاس نبود. اول خوشگلی بود. دوباره خوشگلی بودی؟ اول این یعنی هر زیبایی زیبایی، یعنی جز این بگم دروغه، یعنی اول این چیزی نظرم رو جلب کرد این بود. خب در کنار این خب آشنا شدم متوجه هم از یک خانواده بسیار فرهیخته. پدر مجده یکی از فرهیخته این آدم هایی هستش که در اون شهر بود، انسان بسیار خوشنام، حسن نام داشت و رفتارهای اجتماعی مجد رفتارهای خیلی معقول، دلنشین، رفتارهای صمیمانه‌اش یک دلنشینی خاص، رفتارهای اجتماعیش به شکل دیگه، یعنی مجموعی از زیبایی و اخلاق و اون رفتارها خب یواش یواش شما رو مجذوب. بله بله بله. حفیظ جان نپرسیدی ما چند سال اختلاف سن داریم؟ من میخواستم این سوال کنم اما خوب از خودتان بسان. 10 سال اختلاف سن. حمید متولده 21 شهریور 1358. من متولده 6 فروردین 1368. ما 10 سال اختلاف سن داریم و این پرانتز اولین چیزی که بابای من بر مطرح کردن ارتباطم با حمید باش گفتم همین سن بود. سن مخالف بود. آره. خیلی اختلاف سن زیاده. 10 سال خیلی سن اختلاف سن زیادیه و اینا. ولی خب چون پدر و مادر من هم 10 سال اختلاف سن داشتن، من برای مجده توضیح دادم که اتفاقا سن که یه خورده میره بالا این اختلاف سن زیاد اتفاقا بهتره، یعنی بهتر راست، یعنی دیگه یعنی ادوانتیج دیگه راست چیز بدی. خب حالا حمید از من تعریف کنم، من که از حمید تعریف کنم، حالا نگین که چقدر این زن و شوهر از هم تعریف میکن. من به عنوان دختر 22 ساله بله، خب وقتی که خب رفتارهای حمید رو دیدم خب خیلی بر من جالب بود. در صنف رفتارهاش هم دیدن یادی در مجموع؟ در صنف دیگه وقتی که
وقتی که دیگه به طور جدی اومدن این موضوع رو من مطرح کرد که مثلا من واقعا دوست دارم که با هم بیشتر آشنا بشیم، خوشحال میشم و اینا، خب من با در جریان بودن خانواده‌ام میدونستن دیگه. ما با هم میرفتیم بیرون، میومدیم، حمید میومد منزل ما، مامانم دعوتشون میکردن، من میرفتم منزلشون. وقتی که یکی که از آدم 10 سال بزرگتره، خب یه سری رفتارایی میکنه که مثلا من به عنوان دختر 22 ساله برام خیلی جالب بود. چقدر اون رفتار متمدنانه است، چقدر مثلا این آدم برای من ارزش قائله، رفتار بسیار خوبی با من داره. خب واسه همین فکر میکنم که دخترای کم سن تا یه مقدار مجذوب آدمایی که از خودشون بزرگترن میشن. بعد آره من دیگه تا قبل از آشنایی چی نبود، چون من استاد خوش اخلاقی نبودم و مرشد خیلی خوشش نمیومد. خب. بعد از آشنایی در واقع این علاقه ایجاد. استاد خوش اخلاقی نبودن، خیلی جدی، خیلی اتیکتی مدلی هستن، خیلی فرق. در نقش استادی. در نقش استادی. حالا دیگه دلش خبر بود دیگه واقعا. اون دیگه به قول بابام که شما از مقام استادی سوء استفاده کردید. همینجا به حمید میگه. بابامو حمیدم خیلی با هم صمیمه. بله. بعد آره منم خیلی مجذوب شخصیت حمید شدم. نه که حالا حمید شوهر منه، ولی کلا یه کاراکتری شخصیتی داره که هر کسی باش برخورد میکنه خوشش میاد از حمید، یعنی جذب شخصیتش میشه. بسیار آدم مهربونیه، بسیار خوش قلبه و همیشه از خوشیاش میگذره. خب به خاطر من و ساحل. آه. یعنی اولویت زندگیش خودش نیست، اولویت زندگیش ماها هستن. هست. راستیم عالی است. صنف چی میگفت درباره شما انسینی پیا؟ آره بعد ما در دانشگاه چی گفت؟ دیگه چون ترم آخر بود و دیگه درس تموم شده بود واسه همین دیگه من فارغ التحصیل شده بودم. ولی خب از گوشه کنار میرسید که ایبو اینا از قبل با هم ارتباط داشتن، اینا فلان و اینا، دیگه ما به حرفا توجه نمیکردیم. بله شما بسیار به ندرت پیدا میکنید که یک استاد یک شاگرد با هم ازدواج کرده باشن و اختلاف سنی را که شما یاد کردین. بله. بسیار به ندرت است این موضوع، یعنی تعداد زیاد دوستای تو کار نکردن و از خاطر ما سر از این موضوع پیچیده میگذرن. دقیقاً. یه نکته دیگه هم که حالا ما تو ایران بله. خیلی این کلمه رو استفاده میکنیم، کلمه‌ای هست به نام کودک درون. آه. من خیلی کودک درونم فعال هستش. همین خواستم بهتون بگم. خب وقتی که شما از یکی 10 سال کوچیک‌تری یا بزرگتری، اگه همین مثلا یه کاراکتری بودش که خیلی مثلا یه کاراکتر شوخ طبعی نداشت یا مثلا نسبت به سن کودک درون، نمیدونم شما تو افغانستان بهش اعتقاد دارین بله یا نه. بله بله. کودک درونش فعاله، انسانیه که بسیار شوخ طبعه و بسیار از سن خودش اکتیف تره. یعنی خیلی جاها حمید باید زنده است، شیطون‌تر حمید باید که 10 سال من بزرگتر بود، خیلی جاها من همش گفتم وای نه الان دیگه دیر وقته، الان ولش کن بمونیم خونه، باید پاشو بیا بریم بیرون، پاشو بریم فلان جا. بازیگان دفعه نمیگن که استاد گرامی درست از میگه بدن. ایرانی های عزیزی که ما رو میبینن یک بار بریم خاطرات سفر کنیم به ایران. شما گفتین که از مازندران هستین. بله. که مازندران، اصفهان، دیگه کدام شهر هست؟ شیراز. تبریز. همه شهر را فکر میکنم. مشهد. یزد. بله. کرمان. اینا شهرهای مشهور هست. بله. بله. از ما شکل است که کلگی میان در مرکز در کابل جمع میشن. بله باز میگن یا کابلی هستن. باز یعنی کابلی ها که از بگندازی مثلا فکر میکنن که در جای لکس هستن. بله در اونجا دیگه تهران هست. بله تهران. بله به عنوان پایتخت. بله خیلی خیلی از اتفاقات، از مود، از فشن، از اونجا سرچشمه نگیره. بله از تهران، از سینما، از زیادتر تهرانی هم که هستن دیگه. باز یک ذره چی خودم میگیرم که یعنی ما بله بله ما از تهران هستیم. لهجهشون فرق میکنه نسبت به جاهای دیگه، چون ما شمال زندگی کردیم. آره. اصلا این فرهنگ شماله، تا دیر وقت همه بیرون، همه جا بازن، همه جا در حال گشت و گذارن. یعنی این شهر خیلی زنده است. مردم خیلی
توی شمال ایران هم مازندران هم گیلان مردم خیلی اهل خوشگذرونی هستن، همش اهل مهمونی رفتن. ما 12 شب هم میریم بیرون، رستوران بازه، کافه بازه. کدام روزه مناسبتی را ایران داره؟ پس من ایرانشو میگم شما بگین. بله من میگم که افغانستان هست یا نه. بله نوروز. نوروز داریم ما. بله چند روز تعطیل هستین برای نوروز؟ ما 4 روز تعطیلی رسمی داریم. بله ما 1 روز داریم. اما سالی که شروع میشه و روز دیقان که میباشه و فرداش هم که روز تعلیمی مکتب است که مکتب ها شروع میشه. خب ما ایران 13 روز دانشگاه ها و مدارس مدرسه ها همه اونو بسته است. 13 به در یعنی 13 روز بعد از روز نوروز ما نداره میره. شما نداری. اون سبزه ای که سبزه که تو هفت سین هست اون سبزه رو میگن که باید بدرش کنید. خب بیرون کنید اینی و میگن زیر سقف خونه در روز 13 نباید حضور داشته باشی. خب. از خونه باید خارج بشی. اگه حضور داشته باشی تا آخر سال میمونی. بله بله. یعنی اون سبزه رو در واقع میندازیم به توی رودخونه. خب. یکی از دو بندازنش. بله بله بله. حتما تو رودخونه باید بندازیم که آب ببره اون در واقع انرژی که اینا میگن دوستا 13 بدر. شما شنیده بودین 13 بدر؟ بسیار دوستای ما شاید آشنا بوده باشن، هموطنای ما، افغانای عزیز ما آشنا بوده باشن، اما استاد بیساب به تاریخ درستش تشریح کرده که همین سبزه باید دو گفته و ببره. این 13 بدر میگن وزیر سقف خانه باید نباشه. چهارشنبه سوری داریم؟ نداریم ما. چهارشنبه سوری آخرین چهارشنبه سال. خب آتش فراهم میکنید. شما میپرید. میپرید از آتش، همینجوری میپرید. میگی سرخی من از تو، زردی تو هست از من. این چهارشنبه سوریه. این چهارشنبه سوریه. آخرین چهارشنبه سال. چهارشنبه سال. درست. یکی دیگه شب یلدا. شب یلدا داریم ما. بله. شب یلدا. شیرخانی از آبلندترین. بله. که حافظ خونی داریم. این چیز است. در افغانستان هم بله. بله. اعیاد مذهبی در واقع هستش که ما میگم در سالهای اخیر من فکر کنم ایران یکی از دینگریزترین جوامع جهان تبدیل شده. یعنی علاقه مردم به دین در ایران هر روز داره کمتر میشه، فاصله اش داره. الان به نظر من ایران به یکی از دینگریزترین جوامع جهان تبدیل شده. برای همین اون شور نشاب در مراسم مذهبی دیگه وجود نداره. یعنی عاشورا و تاسوعا اون شور و حرارت قبل نداره. عید قربان اصلا کمپین های مخالف عید قربان در ایران داره برگزار میشه. چرا حیوانات رو سر می‌بردی؟ بله. یعنی اون قسمت‌های مذهبی در قبل بسیار پررنگ بود در ایران، در جوامع امروزی تقریبا دیگه دارن باهاش نسل جوان کنار ازش میدن و فاصله میگن و کلا جامعه ایران امروز به نظر من یکی از دینگریزترین جوامع جهان داره. بله. یکی همین سپندار مزگانه. یعنی درست. یعنی چون شما ولنتاین دارین در غرب، در آمریکا، در اروپا روز عاشقان میگن. روز عاشقان. ایرانی ها اومدن اعلام کردن که ما هزاران سال قبل از شما، قبل از شما ولنتاین ما داشتیم سپندار مزگان که پنجم اسفند هست. سپندار مزگان. سپندار مزگان. سپندار مزگان. یعنی در درباره روز عشق، روز عاشق. باز میگن سپندار مزگان شما مبارک. بله 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 سپندار مزگان شما مبارک. و نام خدا افغانای زیاد ما به ایران هستند. بله. و ایران زندگی میکنن و همون جهت ها کاروار میکنن. اعضای ما افغانای ما که در ایران هستن برای همشان سلام برسم. واقعا انشالله که خوشبخت باشین. ما امروز رنگ و بوی ایران از اینجا پیدا کردیم. دیگه ایران نام خدا کشور زیباست. ما نرفتیم. خوب شد قصایش کردین. مزید علاقه من شدین که برون بخیر. حتما حتما. آره چرا که نه. ایران میریم یک سفر میداشته باشیم. ایران میبینیم از نزدیک. این پرانتزم باز کنم بگم که یکی از رسومات ما ایرانی ها وقتی ازدواج میکنیم یکی از قشنگترین و بزرگترین رسومات ما سفره عقده. خب سفره عقد. سفره عقد که عروسامات بعد بشینن به قول معروف عاقد میاد، عقد میشن، به هم محرم میشن و یه چیدمانیه که این آینه شمدون از رکنای اصلی اون سفره عقد. خب اگه شما میره بخونین. بله. که برای مجده جان چند سال پیش نشسته کردین؟ 13 سال پیش برای مجده جان. ببینید در اینجا بغل آینه چی نشسته کردین؟ حکاکی کردیم که تقدیم به مجده عزیزم عشق جاودانی زندگی از طرف حمیدرضا که خودم هم 28 مهر ماه 1390 اینو حکاکی کردیم روی نقطه. از طرف حمید استاد بزرگوار استاد بزرگوار استاد اعظم. بله و ایره خودشان نوشته کردن و
یه دا گفتیم که یکی از نقره که یکی از امو رسم و رواج مردم بله. اصفهان گفته بله. بله. بله کار مردم اصفهانه بله. کار دست هستش و به قول معروف چیه هر زوج ایرانی که ازدواج میکنن هر چند سالی که از قدمت ازدواجشون گذشته باشه این آینه شمدون همیشه همه جا کنارشون هست. خب اینه می آینه و این شمدون. بله. 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 یعنی ما اینا بله. رو قبر عزیز بود که از ایران به خودمون آوردیم. آوردین. بله. و در بین زوجای ایرانی دیگه این یک چیزه که یا نگاه میکنن دوستا در خانه خود اینه می بله. آینه است که روش شمدون. بله. الزامات. اگر افغانای عزیز مهمان رفتین خانه ایرانیا متوجه حالتان باشین که نش کنانه. بله. که بسیاره گپ مهم از دیده فامیلین. مرزا جان استاد دستش به آشپزی میگرده یا نه؟ چرا؟ آشپزیش خوبه ولی غذاهای سنتی خیلی درسته میکنه نمیکنه مثل اسپاگتی درست میکنه چرا؟ ما نمیتونیم که شما تو افغانستان آش دارید یا داره. نه؟ بله آش چیره تمی آش آها. تا آش هست ما آش رو میگیم که دراز دراز داخله رشته آش رشته حمید استاد توش خوب هیچ زنی مثل من نمیتونه فقط کلکش رو بهت بگم حفیظ جان بله. میاد تو آش رشته ما ها میاییم نخود و لوبیا رو همه رو باید بپزیم بله. یا 24 ساعت بخیسونیم ایشون میاد چیکار میکنه از کنسروه نخود و لوبیا آخه اولی که ما با هم ازدواج کرده بودیم همش میگفت من بعد آش رشته‌ای درست کنم شماها ببینین چیه بعد من گفتم که ای همین چرا کنسرو داره میریزی گفت صداشو در نیار یه حقه ولی آش رشته بسیار خوشمزه درست میکنه یه چیز دیگه داریم نمیدونم حلوا شما دارین یا ندارین حلوا شیرین گس بله شیرینه بله بله حلوا دارین آرد و تفت میدن با زعفرون و گلاب حلوا خوب سی حلوا خورسته حلوای من خیلی خوبه ان شاء الله حمید یه بار درست میکنه حفیظ جان در خدمتتون هست بله غذای سنتی ایران چی چیزا هست که بسیار مشهور است از ما مثلا منتو است آشک است آی خانم است قابلی پلو است کباب است بسیار چیزای دیگه هم هست من فکر میکنم که غذای شوربا است از آره. ما اما شوربای ما نان دهش ریزه میکنن باز میخورن ما یه چیز دیگه داریم به اسم آبدو خیار که با ماست و دوغ و نعنا کشمش گردو نانم توش میریزیم بهش میگیم غذای تابستونی ولی ما یه چیز دیگه هم داریم که نمیدونم شما دارین یا نه آبگوشت هم که توش نون تیلیت میشه میخورن خیلی نمیز شورباست از ما به نام شوربا میگن گوشت نخود سیب زمینی پیاز و سیب زمینی و اینا با رو راست میگه نمی چیز هست بله یه مدت طولانی بوده ولی غذاهایی که فکر میکنم که یه دونه قرمه سبزی ایرانی هست که فکر میکنم که آمریکایی‌ها خیلی دوست دارن خب قرمه سبزی رو شنیدیم از ایران و خورده ما بله بله نی مشهورترین غذاییه این شناسنامه کباب کوبیده خیلی دوست دارم کباب کوبیده ایرانی‌ها دیگه کباب کوبیده قرمه سبزی ما خیلی غذاهای خوب و قوی داریم تو ایران خورشت ها که خب ایران در واقع سرزمین خورشت آره واقعا خیلی خورشت قرمه سبزی خورشت هم چی نمیگن این چیزای قرمه ورس مثل بنی آب استو دیگه یعنی اون خورش میگن آره خورش بهش میگن قرمه سبزی قیمه کرفس کنگر، فسنجون، ترش آلو، قوره بادمجون، آرو، سیر انار استاد دهنا پره گرفت خب بخاطر اینکه حمید خیلی اهل غذاست و اینا یعنی هر دوتون همونی بعد اون وقت چلو کباب ایرانی که باز متفاوت از چلو کباب ترک چلو کباب افغانی شما منتو خوردین؟ منتو؟ نه نخوردین سکن دوستان منتو نخوردین مانتی شاید مانتی چیزی من مثل مانتی خوردم از خمیر یا جور میشه منتو داخلش گوشت میباشه خب من اونو خوردم بله شبیه کشکه آره توش گوشته بعضی جاها توش چیزای مختلف میزنه گرجستان مانتی میگن گرجستان مانتی میگن آره درسته دقیقاً دیگه قابلی پلو هم بسیار مشهور است همین خیلی تعریف آره من قابلی پلو انقدر تو اینستاگرام دیدم الان خیلی دلم خورده یا نه 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 انقدر دلم خورد سعی کنیم چه رقم از زمان ما به زودی میایم رستوران رستوران افغانی توی همین ساکرامنتو بخوریم آره حتما پیدا میکنیم رستوران افغانی میای من تو حتما بخورین حتما قابلی پلو بخورین دیگه که فردا اصلا میتونیم برنامه بزنیم رستوران افغانی بریم و در قسمت آشپزی و یا کدام غذا را مرزا جان بسیار خوب پخته میکنه و شما کیف میکنه یک سکوت بسیار طولانی بعد همه یه غذاها رو خوشمزه درست دارید اون کدوم رو بگه باز فکر کنم همون قرمه سبزی
قرمه سبزی تا از همه بهتر. قرمه سبزی. آره. و یکی از معروف ترین صبحانه های ایرانی حلیم هستش که حلیم ما داریم. حلیم با گوشت. داریم ولی گوشت است. شما حلیم رو با نمک می‌خورین یا شکر؟ ما شکر است. شکر. یه بخشی از ایران با نمک می‌خورن ولی اکثر جاهای ایرانی با شکر. شیرینش خوشمزه‌تر از نمکش. کشور ایران خیلی تأثیر گرفت از غذاهای ایتالیایی، یعنی الان غذاهای ایتالیایی یه جوری ایرانیزه شد، یعنی اسپاگتی ایرانیزه شد، ماکارونی شد، آره پیتزا ایرانیزه شد، یعنی پیتزایی که ما درست میکنیم تو ایتالیا نیست. ما یک چیز، یک کلمه که میشنم شما تشکر میگین، میگین مرسی. مرسی ای فرانسوی. فرانسوی ای چه تو از فرانسه ای کلمه در ایران؟ ادبیات نوشتاری و ادبیات فنی و ادبیات محاوره ایران خیلی تحت تاثیر فرانسه است. خب خیلی شما است. لغت فرانسه در ایران میبینید خیلی درست. زیاد درست. این چی تو بوده؟ ای از گذشته بوده؟ من فکر کنم اون چیزی که من تحقیق کردم و خوندم، سلسله قاجار قبل از پهلوی پادشاهاش خیلی علاقه به فرانسه داشتن. خب هر بار تو مدارس ایران فرانسه. آره یعنی اول مدارس ایران مدارس فرانسه بود قبل از انگلیسی. زبان فرانسه. زبان فرانسه. پادشاهان ایران با هیئت همراهشون مثلا 100 نفر هر سال دو سه بار به فرانسه سفر می‌کردن. هر بار یه مجموعه از لغات رو می آوردن. با خودشون می آوردن. مرسی خدا که به مرسی زیاد مشهور از ایرانی ها. ایرانی خیلی به مرسی. و آره خیلی ایران تحت تاثیر زبان فرانسه بوده. بله. ایران نابخدا در صنعت فیلم و فیلم سازی و یا مثلا پیش است. بله. ما سریال حضرت یوسف اگر هر رمضان نبینیم میگیم خیلی چیز را گم کردیم. جدی؟ شما دیدین سریال حضرت یوسف؟ بله. کامل نبلی. بله. یکی از سریال های بسیار مشهور بین افغان هاست. عجب. چه جالب. چقدر جالب. یعنی هر رمضان ای را تکرارن کنه که دوستان میبیننش. بله. چه قشنگ. و او سریال است و در کنارش بعض فیلم های ایرانی. شما علاقه من نبودین کدام وقت که در فیلم کار کنید؟ من خیلی. خب من خیلی. چرا خیلی؟ خیلی. حتی دوست داشت که بازیگری بخونه تو دانشگاه ولی خب پدر مادرش موافقت نکردن. پدر مادرم اجازه ندادن. حتما باید مهندسی گفتن حتما باید مهندسی بخونی. خب و اشتباه دیگه شما باید اجازه بدید اون استعداد تو هر چیزی که علاقه هستش شکوفا بشه. و اینه من از خاطر از یه هم پرسان کم دوستا که یک صفحه اینستاگرامی که مجده جان دارن و یک کلپشان تقریبا 16 میلیون بله 15-16 میلیون ویو کردن ویو گرفتن و بعضی کلپ ها رو یک جای می سازن که من و شوق و علاقه را به چهره همین جان میدونیم که چقدر با شوق اجرا میکنن و او را مایس کردن که اینا شاید علاقمند باشن. شما پس همچین حسی گرفت؟ بله. جان خیلی جالبه که من خیلی از فالوئرها تو دایرکت به من میگن که تو واقعا شماها میتونید بازیگرای خیلی خوبی بشین. خب هر دومون به هر حال شغل مهندسی که شغل بسیار طولانی داره. خشن و خوش و بله. حفیظ جان قطعا تو استوریای من دیدی روزایی که 4 صبح پا میشم میرم فیل 14 ساعت توی فیل تو گرما کار میکنم کار کانستراکشن خاک و پل و بیابون. آره همین آدم که میاد آمریکا با یه سری از توانایی دیگه خودش آشنا میشه. من هیچ وقت فکر نمی‌کردم که مثلا بتونم 14 ساعت برم توی فیلم کار بکنم. از ساحه کامفورت زون یا ساحه راحتی آدم باید برای نگه. دقیقاً از کامفورت زونت میای بیرون و اینکه آره به حال خواهش میکنم اگه تو فیلم چیزی قراره که ساخته بشه از من و حمید استفاده کنید. واقعا بازیگر خیلی با استعدادی هستیم. استعدادمون متاسفانه شکوفا نشده. ولی شکوفا شده ولی دیده نشده. راز میگن بله. پاپی بانک، بانک با خدمات عالی 5 ستاره و مسئول ترین بانک. بانکی که توسط امریکن بانکر و سینپی گلوبل بهترین بانک شناخته شده. خدمات: باز کردن حسابات جاری و پسنداز، اجرای قرضه های کوچک و بزرگ در سراسر آمریکا، اجرای قرضه های تجارتی الی 100 میلیون دلار. 35 نمایندگی فعال در سراسر ایالات کالیفرنیا و ساحات بزرگ بی ایریا سان فرانسیسکو، سیلیکون ولی، ساکرامنتو، Orange County, Los Angeles, by San Diego.
برای معلومات بیشتر به وبسایت www.poppy.bank مراجعه کنید. Poppy Bank, your trusted bank. از سوشال میدیا رو یاد کردیم. امی جان در ایران اجازه داره کلی که استفاده کنه از فیسبوک و اینستاگرام و اسنپ چت و از چیزایی که هست؟ تا جایی که من میدونم متاسفانه همه اینا فیلتر شده و یعنی که اجازه شما نداره. نه نه نه. اما باید شما یک چیز بگیرین که باز یک فیلتر شکن یا وی پی ان بخرید، مبلغ زیادی مجبورید پول بدید. دولتی رو بند کرده دیگه. بله این بند رو دولت کرده و ظاهرا شنیدیم که افراد نزدیک به دولت هم دارن میفروشن این وی پی ان ها رو. و خب باید واقعا اجازه دسترسی به دنیای آزاد، ولی مردم همشون دسترسی دارن. آره همه راهش رو پیدا میکنن. یکی از موارد بزرگ زندگی ازدواج است. از عروسی ها مگه صحبت کنیم؟ به خاطر که در افغانستان هم وقتی که عروسی میشه بسیار رسم و رواج داره. بله ایران من میفهم ایرانی ها چطور است، چون در افغانستان ما آمادگی ها از 5-6 ماه قبل از عروسی آغاز میشه. ایران هم همینطوره. و بعد از او باز آن مراسم است که مراسم شب حنا است یا شب خیام است. حنابندون. بله داره شما. بله حنابندون. بله باز بعد از او خود ازدواج است و نکاح است. و ما البته قبل از عروسی شیرینی خوری هم داریم. شما دارید؟ فکر می‌کنم شبیهش باشه. شیرینی خوری است مثل بله برون همچین چیزی. آره مثل بله برون فکر کنم. اونجا شیرینی بله... شیرینی بخورن دیگه. آره. مراسم خواستگاری و اینا شما ندارین؟ خواستگاری داریم. بله خواستگاری یا خب میشه. بعد از خواستگاری باشه که قبول شد شیرینی خوری. آره دیگه همینه دیگه. همین برنامه بله برون. بله برون واسه شما؟ بله برون. بله برون. بله. یعنی دیگه بله رو داده بود دیگه مراسم چیز میشه. آره خواستگاری وجود داره که برای شما وجود داره. بله. بعد بله برونه، بعد حنابندونه. در قدیم مراسمات عروسی تا 7 شب در ایران برگزار میشد. یعنی 7 شبانه روز عروسی برگزار میشد. ولی خب الان این دیگه اینطوری نیست. الان تقریبا همه اینا جمع شده به یک مراسم عروسی. مراسم های عروسی به چند شکل برگزار میشه؟ یه سری خانواده ها توی تالار میگیرن و جدا هستن. آقایون جدا و خانوم ها جدا و مراسمات فقط آقایون بنده خدا میشینن و میخورن و میرن، ولی خانوم ها رقص و پایکوبی و اینا. ولی برای ما ها همچین چیزی نبود. ما عروسی شمال که اصلا نیست. شما آره. اگر افرادی که با عقاید مذهبی باشن چرا اینجوری نمیگیرن، جدا میگیرن؟ ولی خب برای خانواده های ما عروسی رو با هم توی یک باغ گرفتیم. خانوم ها آقایون با هم بودن. تعداد چند نفر مثلا دعوت کرده بودن؟ ما خیلی مراسممون کوچیک بوده نسبتاً، کلا 200 نفر مهمون. خب 200 نفر. 200 نفر. 200 نفر. ولی ایران من مهمونیاشون 1000 نفر، 800 نفر خیلی بزرگ میگیرن. آره دیگه همون مراسم سفره عقد که گفتم، سفره عقد چیده میشه، آینه شمدون، یه سری چیزایی که تو آینه مصاف میگنش مثلا آینه مصاف. آها آینه مصاف. یه مقدار از مراسم اولش سفره عقد. سفره عقد و بعد دیگه پایکوبی و جشن و رقص و اینا هستش و بعدم دیگه سفره عقد. سفره بسیار بزرگ و بلندی است. رقص چاقو داری؟ شما داری؟ آها آره. خانم ها چی چیزایی که نداره؟ وقتی که کیک رو میارن برای عروس و داماد اون اون وقت هست. بله بله. یه خانومی حالا چند نفر از خانواده داماد یا عروس میان میرقصن با اون چاقو و به قول معروف از داماد شاباش میگیرن. یعنی داماد بهشون یه شاباشی میده و بالاخره چاقو رو میگیره و عروس و داماد کیک رو برش میزنن و دیگه تا که پیسه رو نگیره نمیمونش. بله بله. بعدش هم یه چیز شامپاین هم دارن دیگه، مراسم شامپاین که شامپاین وام میکنن. حالا شامپاینه ولی خب حالا به اسم شامپاینه ولی خب به صورت حالا نوشیدنی غیر الکلی. یه عروس و داماد با هم اینو دستاشون اینجوری میگیرن. بیا همینجوری یه اجرا بکنیم که یادت بخواد بیاد اینجوری مثلا با هم شامپاین رو میخورن. در افغانستان باز چی میخورن؟ کوک یا فانتا؟ آها خب بس خیلی شبیه همه مراسم تقریبا. 92 بله تا 1403 11 سال مال 11 سال پیشه در واقع. به اینها به این خانم آقایونی که با هم به همراه عروس و داماد میان بهشون میگن ساقدوش. خب یعنی خانوما ساقدوش عروس میشن، آقایون ساقدوش داماد میشن. حالا تو این عکس دقیقاً برعکس شده. شما شابالا میگه ما شما ساقدوش میگه ساقدوش. خیلی هم من میپرسن که ما داریم ازدواج میکنیم موجه جون به نظرتون ما عروسی بگیریم یا نگیریم؟ خب
من بهشون پیشنهاد میکنم هر چی که دلتون میگه. ولی من اگه بازم برگردم بازم عروسی میگرفتم. خیلی خاطره خوبیه دیگه. بله بله. ولی من دوست دارم عروسی رو. به نظر شما مجتبی جان و نیجان یک زندگی موفق مشترک با کدام زندگی گفتم میشه و کدام موارد باید یک زوج مد نظر بگیرن بخاطر که بسیار خانواده ما رو میبینن همیاله؟ بله. که نظر شما چی است؟ یعنی چی چیز شما را کمک میکنه که زندگی مشترکتان به خوشی و خوبی سپری شه و اون نقاط است که اگر دوستای دیگه هم متوجهش باشن شاید زندگیشان به مراتب بهتر باشه خوبتر باشه. نه نه حمید بخواب بگم من بخوام بگم من یک کلمه بخوام بگم از خودگذشتگی. باید نگوین که منم. نه هر کس نگوین منم. شما ببینید توی خانواده دو تا خواهر و برادر چقدر با هم متفاوتن. پس وقتی شما بتب با یک پسر دیگه یا دختر دیگه از یک خانواده دیگه ازدواج میکنید اختلاف نظر، اختلاف فرهنگ بسیار زیاد. ولو که اگر شما عاشق یکی دیگه هم باشین اختلافات میباشه. بله اختلافات میباشه و اینکه به خصوص اینکه وقتی شما زیر یه سقف میرین با هم دیگه باز خیلی چیزا بیشتر اونجا خودشو نشون میده. ولی به نظر من یه چیزی اگه بخواد به دوام یک رابطه کمک بکنه از خودگذشتگی و صبور بودنه که به نظر من سن اون رابطه رو میتونه زیاد بکنه و دو نفر کنار هم. چون شما زیبایی بعد از یه مدتی از خیلی عادی میشه. مثلا شما میگیم الان اگه بهترین خوشگل‌ترین و زیباترین دختر و پسر دنیا بیان با هم ازدواج کنن همونجوری که شما تو سینما میبینید تو هالیوود میبینید که چه هنرپیشه‌های با هم ازدواج کردن همه میگفتن وای مثلا چه میدونم براد پیت یا آنجلینا جولی که چقدر بر سر زبان بودن ببینید نتونستن با هم زندگی بکنن. برای همین به نظر من که از خودگذشتگی، اخلاق خوش، دوست داشتن، مهم که خیلی دوست داشته باشن. در کنار یک دیگه موندن. و در کنار یک دیگه موندن و پا به پای هم تلاش کردن. راست میگه. گپای بسان نیک، عالی است. حالا نمیدونم من نمیدونم. من هم در واقع گذشت تو ذهنم بود که بگم گذشت واقعا. چون ایران همین جور طلاق رو به گسترش و افزایشه. یعنی همین جور می‌بینید که هر روز می‌بینید که خانواده‌های مختلف دارن زن و شوهر از هم جدا میشن. یه موضوعی در واقع در ایران شده طلاق خیلی گسترده شده. از هر چند تا ازدواج داره یکیش منجر به طلاق میشه. عوامل مختلفی توش هست. باز منم فکر می‌کنم اگه منم جای مجده بودم همین کلمه گذشت رو می‌گفتم. و البته میگم خب مسائل اقتصادی الان خیلی تو ایران داره سایه میندازه. آره. روی طلاق‌ها. خیلی چشم هم چشمی ها خیلی داره سایه میندازه. عوض شدن دیدگاه های زندگی، سبک زندگی، چشم هم چشمی خیلی داره آسیب میزنه. آره من میونه کلامت یه چیزی بگم، زندگی خودتون رو با زندگی بقیه مقایسه نکنید. به خصوص از وقتی که این سوشال مدیا شده و همه دارن، من نشستم توی موبایلم و دارم زندگی که دیگر رو میبینم. مثل من که به حال یه بلاگرم حالا. بله اینفلوئنسر خیلی مقایسه. زندگی خودتون رو با زندگی که توی موبایل دارید میبینید تو فضای مجازی مقایسه نکنید. من همیشه میگم اونا فقط بخش کوچیکی از زندگی های خودشون رو میان نشون میدن. انتظار داری که زنت یا شوهرت هم همین شبیه اینی باشه که داری میبینی و وقتی که نیست توقع ایجاد میشه و من احساس میکنم که واقعا موفقیت هر کسی که به یه جایی رسیده بی دلیل نبوده. اگه کسی به یه جایی رسیده واقعا تلاش کرده. تلاش کرده. راست میگی. بدون تلاش نمیشه. آره ما الان دو تایمون واقعا داریم تلاش میکنیم. همین امروز که شما قبلش که داشتین تشریف میارید ساعت 5 همین دفعه بود اضافه کار. و 5 صبح. 5 صبح. 5 صبح رفت اضافه کار و ساعت 12 رسید. یا منم در طول هفته 4 صبح میشم میرم از بچه‌م میگذرم. خیلی نمیتونم با بچه‌م وقت بذارم. 4 صبح بیدار میشم. بله. تا زمانی که برگردم تو فیل تو گرما همش شیشانیم عصر و در این حال در کنارش توی اینستاگرام هم فعالیت میکنم. میخوام بگم داریم دوتایی تلاش میکنیم. من فکر کنم صبور بودن یه نکته خیلی مهمی هست چون موفقیت یک صبور. و انشالله که با معارضایی که یک جای دارین برسه. مرسی همینطور برای شما هم جا همچنین یک دست حالا باید نبیم که دروازه رو باز کنیم که شش هفت تفیلی دیگه هم برای اگه دست راست شما باره رو دست روسر حمید این اتفاق خواهد داد ولی من پیشنهاد میکنم این کارو نکنیم. خب دوستا ما در یک فضای کاملا بیرونی و متفاوت و هوای تازه نشستیم و چایم ریختن. مجده جان این چایم چای سیاه هست؟
بله چای از ایران اومده، چای سیاه. چای سیاه. شما چای سیاه میخورین؟ ما چای سیاه سبز نمیخوریم. خیلی کم. سبز هم میخوریم. خیلی ولی کم. ولی کم. بیشتر آره. چای سبز رو کسایی که مثلا دوست دارن خیلی برای سلامتشون خیلی باشه. خوب باشه، هلدی باشه به قول همین چای سبز میخورن. ولی این چای سیاه از ما جدا نمیشه. راست میگن. بله. و این گلاساتون بسیار سابقه مون میشه. این قدمت بیشتر از 100 سال داره. برای فکر میکنم که مادر بزرگ مامان شما بوده. بله بله. قدمت 100 ساله داره. توفه بودن. آره و قسمت شد که با شما توی اینا ما چای بخوریم. چون خودم هم نخوردم. چای ایرانی دوستا که ایرانی عزیز ما زیادتر چای سیاه میخورن. بله. افغان ها باز معمولا چای سبز. سبز سلامتیش بهتره. آه ولی ایرانی ها چای سیاه بیشتر دوست دارن. ما توی چای سیاهمون توش هل، دونه هل، چوب دارچین، بعضی اوقات بهار، بهار نارنج، یه گل بهار نارنج، شکوفه بهار نارنج، یا شکوفه بهار نارنج و یا گل محمدی برای عطر و بوی بیشتر چای ما آره. خیلی نوت گل محمدی، گل محمدی، آره گل محمدی، شکوفه بهار نارنج، هل و دارچین جزو چیزایی که آه و پیشتر هم گفتیم دوستا اینی را گاز کرمان گفتن بله آه شهر کرمان در افغانستان هم گاز هست که زیاد دوستا دوست دارن شیرنی را و میخورن طور که معروفم در ایران زیادتر است و اینی هم مستقیم است کرمان است دیگه بله، بله، گز کرمانه با مغز پسته با مغز پسته بله من پیشتر شد نوشه جونتون در بین شما که سوالای مقایسه ای شده که چی میگن همین اینجاست که مشخص میشه قطع منو میشه بله بله کی زیاد حرف نزدن هر دو تان یکی تان باید باشین دیگه اما کسی که بسیار حرف میزنه صحبت میکنن واقعا فکر می‌کنم حمید بیشتر خیلی حرف می‌زنه. مقصد مجنون جان کل برنامه رو حرف زدی. متوجه باشید دوستا وقت گرفتن نفره که کی زیاد گرم می‌زنه. خود البته... برنامه مشخص میشه منم یا حمید شما قضاوت کنید. شما برامون بنویسید. این دیگه یک مثال بسیار سادهش زنده در خود برنامه است. دیگه کی عامر مالی خانه است؟ همین مالیات و مالی و پول یا کنترلش است. خو حمید است. بله. همین جان است بسیار عالی معمولا خانم ها میداشه اسم ما برعکس چه برسه روم سیاس در این قسمت پول به من ندین همه رو به باد میدم خب از او خاطر و یکی همین جان دیگه استاد آمد بله استاد باز اوام انجینیر آقا من واقعا خواهش میکنم باز اوام انجینیر یادم نره که به احترام به استاد بله احترام به استاد خیلی واجبه یکان دفعه یادتان میاد که استاد است آره یه لحظه که یادم میاد که استاده باید میگم نباید احترام بهش بذارم کی احساساتی میشه؟ معنی از ایره دارم هر دومون هست هر دومون اما یک احساساتی است که یک نفر زود گرم میه داغ میه یعنی قار میشن او ما منظورمون اولی بود اولی بود آره ما اولیمون فکر میکنم هر دومون بسیار آدم های احساساتی ولی شاید موجه بیشتر از من باشه خواه و قهر کی زود میکنن؟ خب برعکس استاد قار میکنه بیادر این زود تخر میکنه و باز من میرم سمتش که میگم بیاشتی کن دور زمونه برعکس شد والا استاد دیگه اینی کار داره بله اگر چی استاد سنشان کلانتر است باز باید قهر نکنن واقعا بزرگتر از منه نه از این برنامه به بعد نمیکنن همینجور قهر نکن تو همین برنامه قول بده قهر قول میدم دیگه قهر همینجا نشون میده که تک فرزندی میتونه آدم خیلی آه راست میگن امی موضوع بده تک فرزندی بله تنها فرزند خانواده بله بله به خود منو حمیدا بعد دقیق کی زیاد میخوره دیگه فکر کنم حفیظ جان این سوال خیلی مشخصه ولی بخوام شما خیلی مراعات کردم ولی هر دومون آدمای بسیار شکم من خیلی بیشتر خیلی شکمویم خوبه ولی زیاد میخوریم دیگه مشکل ندارد خیلی خوردن خوب خوردن زیاد باز ورزش یا خوب میکنیم قبلا میکردیم الان نه اما همی که شما میرین به کار تا بالا میگردین بله. میخوادش ورزش هست بله. تا حدودی میشه گفت بله کی زیاد دوست داره سفر هست خردمون ولی باز من من فکر میکنم بیشتر بله. من هر ماه میگم بریم اونجا همونه که هیچ پولی نمیمونه حفیظ جان سفر زیاد خانم ها دوست دارن و ما فکر میکنم اما مزاج
ایرانی‌های ما امی است که زیادتر میخواین بیرون باشن بگردن. بله. من و حمید وقتی که با هم ازدواج کردیم خیلی سفر زیاد میرفتیم. خب البته این سوالم تقریبا جواب داده شده و دوستان میفهمن بازم کی زیاد فیلمی است. خیلی و عاشق فیلم‌های ترسناکه و بترسونه. ولی حفیظ جان تمام لحظات فیلم ترسناک رو این برا نگاه میکنه. همین نمونش، هفته پیش ما رفتیم سینما یه فیلم ترسناکی به نام تسخیر 2024. تو سینما وقتی که میرین صدا بسیار زیاده و ترس رو چند برابر میکنه. تمام لحظات ترسناک اینجوری میکنه. اگه اونو بذاری کنار موش به من نگاه کن، به من نگاه کن. بیا بابا خیلی چی فایده از فیلم دیدن؟ برای چی تو میگی بریم فیلم ترسناک ببینیم آخه؟ چه اصراری؟ خب نمیبینیم. خب میریم بترسیم دیگه. چی جبر هست؟ اصلا خیلی دوست داره بر نمیبینه یا این برین. من میدونم، من میبینم میگه اینجوری میکنه که نبینه اون لحظه. والا جالب اصلا. ولی خیلی فیلمیه و تمام مدت داره فیلم میبینه. فیلم میبینن بله. فیلم و خیلی کتاب میخونه. کتاب میخونه. خیلی کتاب میخونه. من واقعا ندیدم کسی مثل حمید. بله بله. کی فکر کرد که من باید ازدواج کنم و اول امو شخص پیش شد به ازدواج؟ شما امی جان شما در فکرتونم میگرد داخل صنف که استاد شما رو بگه که من نه به خدا ازدواج یعنی من به هر کی میگم باور نمیکنه ولی اصلا فکرشو نمیکردم که بخواد به من پیشنهاد ازدواج بده. الان میدونم خیلی همتون میان مینویسین در کجا میشین در صنف در قطار اول در بین در اول در اول من اول میشستم به خاطر اینکه بیشتر تو کلاس پسرها آخر میشستن دخترها اول میشستن یا این بر دختر میشستن این بر ولی من کلا اصولا ردیف اول میشستم. خب از این خاطر استاد خاصی داشت استاد که تو چشم من باشه خواستم خیلی تو چشم باشم و در فکر شما اصلا نمیگشت این موضوع نه چون من فکر میکردم که ایشون مثلا با یه استاد دیگه ما که خانوم بودن فکر میکردم که با هم خیلی شاید مثلا قصد ازدواج داشتن نمیدونم تو دانشگاه پیچیده بود به هر حال ولی نه فکرشو نمیکردم ولی وقتی هم که به من پیشنهاد داد نمیتونستم بگم نه یعنی دیدیم لحظه یهو میگی یه چیزی تو دلت چیز میشه من اصلا همین شد دیگه پافشاری کردم دیگه بابا متقاعد کردم بله 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 عالی است و ازدواج های صورت میگیره در ایران معمولا به می شیوه مثلا که پیشنهاد میتن و از زیادتر یعنی لب مرش خیلی عوض شد نسبت به قدیم مثلا بله. شاید 20 سال پیش ازدواج ها همه یا بیشتر 25 سال پیش ازدواج ها همه پیشنهادی بود ولی الان دختر و پسر کاملا از قبل همون میشناسن کاملا چند سال با هم رفت و آمد میکنن بله. ارتباط دارن و بعد ازدواج میکنن و به نظر من خیلی قشنگ‌تره. دقیق است. چون که شما میشناسید کسی که میخواد باهاش ازدواج کنی نه اینکه یهو ازدواج میکنی و بعد باید بشناسیش. به نظر من همین باعث خیلی طلاق و جدایی و اینا میشه که نمیشناسن هم. بله. داخل خانه کی زیادتر در دیکور خانه در رنگ و انتخاب و چیزا زیاد نظر داره؟ حفیظ جان سوال خیلی واضحه. زیاد نه. 100% خیلی علاقه مندم به این موضوع و خیلی همش ویدیو میبینم چیز یاد میگیرم و احساس میکنم که من خیلی ببخشید همینجور احساس میکنم من خوش سلیقه تر هستم ولی خانوما معمولا خوش سلیقه هستن بله کی زیاد پول مصرف میکنن؟ خانوما معمولا پول زیاد مصرف میکنن؟ من دیگه اصلا واقعا خیلی نوبر شما درآمد هم داریم مصرف میکنی سعیز؟ آره آره درآمد دوتاییمون خوبه خدا خلاص دیگه دو صورت سعی هست پول در میاریم که زندگی کنیم نه زندگی میکنیم که پول در بیاریم یعنی ما این پول رو در میاریم که لذتش رو ببریم بله زندگی هم یه است دیگه چی آدم نگاهش کنه به کجا نگاهش کنه بعضیا زندگی میکنن که هی پولو جمع کنن جمع کنن یه وقت میبینن که خلاص یهو میبینی یه سکته کرد تو سن کم فوت کرد و پولی که الکی جمع کرده اصلا میبینی یهو به خودت میبینی که یه عمری ازت گذشت تو باید تو جوونی لذت ببری من نمیگم آینده نگری خوب نیست نه ولی وقتی که شما داری در حال حاضر کار میکنی زندگی لذت میبری پس زندگی هم بکن ولی نه به فکر فردایی که اصلا نمیدونم آیا خواهد آمد یا نیامد کی زیادتر وقتی که از خانه میبره یک چیز از یادش میره یک چیز یک جای میمانه کلی از یادش میره استاد این استاد است این زمان فراموشی استاد فراموشی هم هستم مجدا جان کدام حیوان خوش دارم میدونم از چی بدش میاد ولی از چی خوشش میاد از چه حیوانی خوشم میاد سگ آره سگ سگ است خیلی کدام غذا رو خوش دارم زرشک پلو با مرغ
درسته. درسته. استاد چی خوش داره؟ قرمه سبزی. خب استاد دیگه خورش خوش داره. بسیار خوب. مجد جان کدام میوه را خوش داره؟ سوال سخت است. هندوانه. هندوانه. هندونه خیلی دوست دارم. راست میگه و من میدونم هولو. نه. هولو. اشتباه. گیلاس. اشتباه. نمیدونم پس. انگور. راست میگه انگور. آره. اینجا باختی. بله. یکیش تو. بله بله. مجد جان کدام شهر خوش دارم که سفر کنم اونجا برم؟ امیدوارم درست بگم. پاریس. دقیقاً پاریس. هم فرانسه را بیشتر یاد کردین. ایرانی عزیز ما دوستان که برم و استاد کدامه؟ وای اصلا فکر نکردم. استاد نه دانشگاه را خوش داره که بره. دانشگاه را خوش داره که برگرده. فکر می‌کنم حمیدم پاریس رو خیلی دوست داشته باشه. من اگر این سوال از من بکنید واقعا نمیدونم چی رو باید بگم. ولی مثلا میتونم سه تا شهر رو بهتون بگم. خب. که یکیش پاریسه. یکیش پاریسه. آره. یکیش پاریس. صحیح زدی. آره سه تا شهره که یکیش پاریسه. آره. یکیش پاریسه. دو تا دیگه چیه؟ یکی میامیه. خب یکی دیگه؟ بارسلون. آه بارسلون اصلا فکرشو نمیکردم. نمیکردنه نه. خود شد که معلومات تان اضافه شد. آره واقعا مرسی که بهمون گفتید. کدام مضمون شما از این مهندسی را مجد جان دوست داشتن؟ کدام مضمون دلخواهشان؟ اصلا مهندسی دوست نداره. ندارم اصلا دوست ندارم. چرا تاثیر کرده به این دی بخش؟ دلیلش تنها دلیلش درست خاطر... گفتم؟ آره نه که اصلا دوستش ندارم ولی احساس میکنم بخوام که از بچگی دیدم چون من بابام هم همین رشته رو خونده برادرم همین رشته رو خونده کل خانواده عموها همه همین رشته رو خوندن درست ولی واقعا الان فکر میکنم که من بعد از چند سال واقعا دوست داشتم که دندون پزشکی بخونم. خب الان که از علاقه روش دندون پزشکی یکی از علاقه ها دندون پزشکی مگر میتونین کمی حالا میدونم بکنش قبل از که بیام آمریکا به همین گفتم میخوام دندون پزشکی بخونم واقعیتش حفیظ جان اومدم اینجا دیدم که دندون پزشکی هزینه دانشگاه خیلی زیاده و درسته به شما لون میده و خب ما به خاطر اینکه اگه بچه نداشتم میخوندم آره ولی چون بچه دارم میخوام کار کنم ولی امیدوارم یه روزی به این آرزوم برسم نمیدونم بله بله میشم ولی اگه این مهندس عمران نمیشدم قطعا مهندس اینتریور دیزاین میشدم یعنی به عنوان معمار داخل تزیین یا کس بله اینو واقعا و استاد فهمیدم که استاد گفتن که من میخواستم سینما برم سینما و به جز این فلسفه هم فکر کنم دوست داشتم فلسفه هم خیلی بله و نام خدا استاد باز چقدر حوصله داشتن که تا سطح دکترا خیلی سخته در انجینری درس خواندن اما او را خوشم نداشتن بله خیلی سخته خیلی هم علاقه نداشتن ولی جبر روزگار بود دیگه چون به خاطر شما موفقیت های بیشتری بگیری به هر حال باید تحصیلاتتو بالا ببری الان من تو خود کلترانس هم وقتی میگم دکتر هستم اینجا خیلی بچه‌ها چون میگه اوبر کوالیفای هست مستر داری پیش داری اصلا خیلی زیاده چرا وات چرا درس میخونین تو ایران چون میبینین تو آمریکا چون واقعا دکترای مهندسی سخته بیشتر کار عملی میکنن بله اگر میخواین که در پاریس یک زندگی خوب داشته باشین تحصیلات رو متوجه باشین بله. واقعا در مواردی که گفتن آی تی و مهندسی یعنی کامپیوتری و کامپیوتریا در این بخش ها تحصیل کنین انشاءالله که زندگی خوب راحت شد داشتین انشاءالله واقعا دیگه ما شما هرچی قصه کنیم کم از خواهش زیاد خوشحال شدیم ما اولین دیدار ما است که با شما هست دیگه چقدر باعث خوشحالی ما پایوازی شدیم ما در افغانستان پایوازی میگیم باز میریم در خانه دیگه دوستا و ایرانی ها هم زمان واقعا ما خوشحال شدیم حفیظ جان از هم صحبتی با شما هم نشینی با شما مرسی که این فرصت رو به ما دادین مرسی که ما رو قابل دونستین تشریف آوردین و واقعا لحظات خیلی خوبی بود تجربه خیلی قشنگی برای ما بود خیلی 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 واقعا لذت بردین و امیدوارم خونه هیچ ایرانی اینقدر بهتون خوش نگذره خونه دوباره باز بیای پیش ما نیت من انشاءالله بسیار خوش گذشت با تمام اعضای ایرانی ما که هستند امروز واقعا یک مهمان نوازی بسیار عالی را دیدیم از بنمایندگی از شما از امید جان واقعا ابراز علاقه قلبی میکنیم من و مجد به تمام مردم افغانستان که قلبا دوستشون داریم هم من هم مجد قلبا اصلا این بمای تعارف یک شعاف نیستش خواهش یک در واقع چیز مصنوعی نیستش
قلباً من و مشته خیلی و فکر کنم همه مردم ایران خیلی دوستتون داریم. عشق عجیبی به مردم افغانستان واقعا خیلی دوستتون داریم. افغانستان من این چیز، افغان‌ها من این چیز، شما رو دوست دارن و همیشه که البته همه فارسی زبان‌ها رو دوست دارم، تاجیکستان هم دوست دارم، ازبکستان، ولی خب افغانستان یک پیوندهای فرهنگی زبانی خاصی در حالی است. بله بله دیگه بسیار خوش گذشت و دوستای ایرانی ما که میبینن در هر گوشه و کنار آمریکا هستن، در هر کشور دیگه هستن، برنامه رو میبینین و خانواده مجد جان، از امید جان در ایران میبینین از طریق فلتر شکنا دیگه. خدا کنه که جور سرطمند باشین. در کامنت ها نوشته کنین که دیدارهای بعدی ما با کدام دوستا باشن و چی ها باشن، نظرتان رو بنویسین، ویدیو رو با تمام اعضای دیگه‌تون شریک کنین و از ما حمایت کنین. از مجد جان، آره، از مجد بلاگ جرنی تو اینستاگرام اینستاگرام بله مجد بلاگ جرنی دقیق حمایت کنین و بسیار تشکر از اینکه همراه بودین دوستای عزیز. سپاس، خوش و خوشبخت و سرحال باشین تا برنامه بعد. خدا نگهدار. روزگار خوش. خوشی و لبخند با HM Production. این برنامه سوی ناب از وطن برای هموطن پاپی بینک، Your Trusted Bank، برای شما تقدیم گردید.